سوال اینجاست، تا چه مرزی میتونیم ما رضایت دیگران، مخاطبین و دنیای عصر خودمون رو به دست بیاریم؟ تا چقدر ما میتونیم بریم جلو؟ برای شخص خود من خیلی سخته بگم نه. من نمیدونم برای شما چگونه است. تازه دارم یاد میگیرم توی خدمتم به خیلی از چیزا بگم نه، انجام نمیدم. و کلام خدا میخواد این قلب ما وست باشه مستقیم به زبان ما. نمیگم حالا هر چیزی رو، اون نه امام باید تحت حکمتی باشه و باید تحت اراده خدا باشه. در انجیل متی 5:37 میگه شما بلتون بله باشه، نه شما نباشه، زیاده میگه نگید، چون که از طرف شیطان هست، از طرف شریر هستش و آسیب میزنه به ما. و شاعری میگه کسی که هدف دارد دل به وسوسه های مسیر نمیدهد. پس اگر من تصور بر این میکنم که میخوام توی اعتدال درست زندگی کنم، مسیر درست زندگی کنم، باید هوشیار باشم که توی مسیر زندگیم از اون هدف اصلی خودم دور نشم. چرا که اگر از هدف اصلی خودم دور بشم، به راحتی به جای درست اندیشیدن، افکار اشتباه من رو به اعمال ریاکارانه و نیز سخن سفسطه چینی وام میداره. چون از قلبم دیگه سخن نمیگم، برای رضایت دارم صحبت میکنم، میخوام همه رو راضی کنم از خودم نسبت به موقعیتی که درش هستم. برای تا چه زمانی، تا چه موقعیتی من میتونم این قدم رو بردارم؟ مردی رو میکنه به همسرش، میگه اگر من زودتر از تو بمیرم آیا تو ازدواج میکنی؟ میگه نه، من ازدواج نمیکنم، میرم پیش خواهرم که مجرده. میگه بعد زن میگه خب اگر من زودتر از تو مردم تو چه کار میکنی؟ میگه منم عزیزم ازدواج نمیکنم، منم میرم پیش خواهرت که مجرده. اگر من به دنبال فقط این باشم، مانند عز میخوام توتی از این دنیا بیاموزم بدون درک درست، مسلم بدونیم که حتی زندگی که ما فکر میکنیم در عشق میتونه باشه، باز تو جایگاه درستی نیستش که از اون بتونیم استفاده خوبی رو بکنیم. و باز به جایی میزنیم، به تارگتی میزنیم که تارگت نجات و رهایی نیست.